دولت اوباما که طی مذاکرات اتمی با ایران نتوانسته بود عربستان سعودی و اسرائیل همپیمانان منتقد خود را متقاعد کند، همکنون و با حصول توافق جامعه اتمی فرایند قانع کردن این دو کشور کلیدی رقیب و دشمن ایران را آغاز کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با همتای سعودی خود عادل جوبیر در واشنگتن ملاقات کرد. ما به مقابله با هر گونه تشکیلات افراطگرا از جمله فعالیت‌های ایران در منطقه و دیگر چالش‌های پیش روی صلح و ثبات در منطقه متعهدیم. شنیدید که رئیس جمهوری روز گذشته در کنفرانس خبری خود بر آن تاکید کرد. علاوه بر این ما در مورد برخی جوانب توافق هسته‌ای با ایران نیز صحبت کردیم. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هفته آینده با هدف متقاعد کردن ریاض و تل آویو که هنوز هم به پایبندی ایران به مفاد توافق اتمی تردید دارند، راهی این دو کشور در خاورمیانه خواهد شد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در تماس تلفنی که پرزیدنت اوباما با وی داشت گفت که ریاض از هر توافقی که به موجب آن مسیر ایران به دستیابی به سلاح اتمی مسدود می شود استقبال می کند. فیلیپ هامان وزیر خارجه بریتانیا که کشورش از اعضای اولیه گروه 5 به علاوه 1 است در کنفرانس خبری با نخست وزیر اسرائیل گفت که دستیابی به توافق اتمی بهترین راه اعتماد سازی از فعالیت های اتمی ایران است. آقای نخست وزیر، من می‌دانم که شما از پایه با رویکرد ما به این مسئله مخالف بودید، اما ما معتقدیم که این توافق تهدید دستیابی ایران به تسلیحات اتمی را خنثی می‌کند، در حالی که ورود ایران جهت تعامل با جامعه جهانی بهترین و شاید تنها راه اعتمادسازی از فعالیت‌های ایران در طول زمان است. در این صورت می‌توانیم بقیه قضایای حل نشده با ایران را به سرانجام برسانیم. آقای نتانیاهو در این نشست بار دیگر تکرار کرد که این توافق ناقص است. It cannot be that an unreformed, unrepentant Iran. نمی‌شود تحریم‌ها و برنامه اتمی کشوری که آری از اصلاحات است و همواره بی‌پروا خواستار محو ما از نقشه است و برای کشتن مردم ما و کشورهای همپیمان ما قاتل عجیب کرده اعزام می‌کند را کاهش داد و محدود کرد، زیرا موجب می‌شود این کشور سیاست‌های کشتار جمعی و انجام کارهای تروریستی خود را در منطقه و فراتر از آن انجام بدهد. خلاصه مطلبم این است که ما نگرانیم. ما خواستار توافقی هستیم که ایران تنها در صورت تغییر رفتارهایش میتواند کاهش تحریم دریافت کند و بنابراین توافق از نظر ما از پایه ناقص است. شمار اندکی از تحلیلگران اسرائیلی با اطمینان خاطر از توانایی اسرائیل در جلب حمایت 2/3 از اعضای کنگره آمریکا سخن میگویند. در صورتی که کنگره توافق ایران را رد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آن را وتو کند، مخالفان برای شکستن وتو اوباما نیازمند حمایت 2/3 از اعضای کنگره خواهند بود. مجموعه همصدا از تحلیلگران نسبت به انزوای روزافزون اسرائیل با ادامه این استراتژی ابراز نگرانی می‌کنند. روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در گزارشی نوشته که در کل ممکن است که توافق اتمی و همکاری زودهنگام بین ایران، ایالات متحده علیه دولت خودخوانده اسلامی داعش منجر نشود. اما با گذشت زمان ممکن است واشنگتن با هدف از بین بردن داعش به همکاری با نیروی نظامی تحت مدیریت ایران در عراق و سوریه ترغیب شود. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.